طلب 24 اردیبهشت 1401 و ساعت 13:00. آنقدر این مطلب پخش شده در اینستاگرامم دیروز مهم و زیباست و مانند همیشه خودجوش نوشته شده که تصمیم گرفتم فایل جدیدی باز کنم که شاید به کتابی دیگر مبدل شود برای صوتی شدن و پخشش در یوتیوب و نامی ندارد هنوز. دو نقطه: عنکبوت عقل در پرانتز من ذهنی پرانتز بسته مفهوم‌های صرف پدید بیاره از طریق فلسفه‌های بر این مبنا تا نامتناهی که وجود انسان است در جهات به تله بیفته. جهات در گیومه. دو خط از کتاب کربن منو برد به خودم با تأویل ناظر بر وجود پرانتز روش سهروردی فلسفه سهروردی فلسفه اشراق در تأسیس و اثبات عالم مثال که فلسفه های مبتنی بر مفهوم های صرف ناتوان هستند در اثبات آن پرانتز بسته هرمنوتیک دو لتر معنا شده در آن کتاب در نوتی تأویل ناظر بر وجود. عنکبوت عقل که علوم انسانی باشند و عاملینش در گیومه و عاملینش برای من ناتوان بودن که نامتناهی را در من جهت بدن حبس کنن. علامت تعجب. و تنها زن جوری دکترام گفت موضوع شما لتر یعنی وجود است. بایستی هایدگر را بخونید. در حالی که من در فراتر از هایدگر بودم و می دانستم بدون اینکه بدانم در گیومه بدون اینکه بدانم که در فراتر از بساط علوم انسانی هستم. چند نقطه: این روزا با خودم گفتم از مفهومهاشون استفاده نکردم. دکترام مفهوم علوم انسانی نداره. با زبان در گیومه با زبان شهره نوشته شده نه با زبان علوم انسانی. انقا که ناید دام کس در پیش آن انقا مگس ای عنکبوت عقل بس تا کی تنی این تار را. مولانا برنامه گنج حضور. انقا خداست که در بیتی دیگر سیمرغ معنا شد توسط آقای شهبازی. بدون اینکه در متن نوشته شده باشه شنیدم در روزهای اخیر که سیمرغ حضور معنا داره. کتاب کربن در مورد این پست من در اینستاگرام جلد چهارم مناظر معنوی و فلسفی اسلام ایرانی مکتب اصفهان مکتب شیخیه. ختم آن پستم همین روز و دقایقی بعد است. پستی خودجوش نوشته شد و پخش شد در اینستاگرامم دقایقی پیش و به دلیل اهمیتش در پدید آمدن آن مطلب در من امروز میخواهم در این متن انتقالش بدهم. دو نقطه: تنش زدایی. در اثر وقوع تجربه نفسانیم آبان 97 ترسم از قبر از بین رفته و آقای شهبازی میگفتن به دلیل همانیدگی وقتی کسی میمیره ما ناله و گریه میکنیم و از من ذهنیست به جای اینکه یک جشن باشه جشن بگیریم رفتنش را. راحت شد. امروز در من پدید آمده بود که مدام سوت منهای ذهنی به من فهماندن گفتن امر کردند بایستی منتظر سوت من و دیگران باشی تا آب بنوشی. علامت تعجب. در پرانتز اینطور جوامع را برنامه ریزی کردند با من ذهنی پرانتز بسته تا آب بنوشم. علامت تعجب. در پرانتز کره اسب داشته آب میخورده و سوت زدن و ترسید و از آب خوردن ایستاد و مادرش بهش گفت به سوت زنها توجه نکن آب بنوش. و آقای شهبازی تفسیر میکنن که آب یعنی هوشیاری از اون طرف میاد و نیازی به نصیحت نیست تا به سوت احتیاج داشت. به سوت منهای ذهنی
برای نوشیدن آب. فضا گشایی کنیم، تشنگی پدید میاد، آب از اون طرف میاد. ختم پست. و پست دیگری بعدش پخش کردم و سخنان آقای شهبازی همچنان جاری است. از ماهواره. از پس از بازگشت پیاده روی امروزم ساعت 12 ظهر و چند دقیقه مانده الان به ساعت 14. پست این است. دیدن یعنی دین یعنی دیدن. دین یعنی دیدن. آیا شما خدا رو میتونید در این لحظه ابدی ببینید؟ شهبازی. جمعه 25 شهریور 1401 ساعت 15:30. نمیدانم چند بار فایل این مطلب را خواندم. پس از بخشش شاید یک ربع پیش در اینستاگرام. حتی آنقدر تکان دهنده هستند کلمات برایم که بخش پایانیش را خواستم در پستی دیگر پخش کنم. و ناگهان با خودم گفتم بایستی آن مد در این متنم انتقال بیابد. دو نقطه. نفی اثبات. دو نقطه. فضای گشوده شده شما و خداست. شما و خدا شیر میشید. دیروز بیت در مورد نفی و اثبات رو روز قبلش از نوت‌هام بیرون آوردم چون اول بیت رو فراموش کرده بودم. و از بیت هاییست که توجه زنده برابر است با خدا در این لحظه ابدی. شهبازی. از بیت هاییست که توجه منو به خودشون میکشن و فرداش میشنوم این برنامه رو و گوش کردم و نوت برداشتم و در این پست همینقدر بگم. دو نقطه. خیال ترک زیبای من هر شب ذات من گردد که نفی ذات من در وی همه اثبات من گردد. ابتدای این بیت رو فراموش کرده بودم که خواندمش. چه پرخونه از پوز و پنجه شیر، ز خون ما گرفت است این علامات. غزل 336 دیوان شمس. نگیرم گور و نی هم خون انگور، که من از نفی هستم نیز اثبات. غزل 336. میزند میرمد اثبات پیش از نفی تو، نفی کردم تا بریز اثبات بو. ورنوارم به نفی این ساز را، چون بمیری مرگ گوید راز را. دفتر ششم مثنوی معنوی مولانا بیت 721. تفسیر آقای شهبازی شروع می شود با نوت هایی که برداشتم. البته جملات اینطور پشت سر هم نیستن، در جا جا، و من سه نقطه گذاشتم در متن و بدون اینکه سه نقطه ها رو بخونم گذر رو بیان میکنم. شیران فضا باز میکنن و در فضای گشوده شده زندگی سید میکنن. اموات یعنی همانیدگی سید میکنن و همانیدگی رو میدرن و زندگی سید میکنن. خونه زمان مجازی رو میریزن. فضا باز میکنه، من ذهنیشو نگاه میکنه و همانیدگی سید میکنه و لذت میبره. فضای گشوده شده شما و خداست، شما و خدا شیر میشید. خون من ذهنی رو میگیریم و تبدیل میکنیم به خون، یعنی زندگی در این لحظه. شراب تایید و توجه مردم رو نمیخوام. نگیرم گور و نی هم خون انگور. چی هستم را نمیتونی بشناسی. اثبات یعنی به اصل تبدیل شدن. این اثبات رو ذهن نمیتونه بشناسه. شما نمیتونید از ذهنتون سوال کنید من چقدر به خدا زنده شدم. پاسخ میده هیچی. اثبات رو نمیتونید بشناسید. اثبات خداست که در ما زنده میشه و فقط نفی رو میتونیم انجام بدیم و نفی عملا فضا گشایی است. فضای گشوده شده رو میبینید. بله، چون آینه میشه. فکرهاتون رو درون میبینید. فکرشون مدام از اونها، یعنی از خود فرد جداست و اونها یعنی فرد افراد فکرشون نمیشن. این جدایی از ذهن
آینه و ترازو رو میتونید اثبات بنامید، ولی اثبات رو نمیتونید بشناسید. با اثبات کاری ندارید و تغییر و تبدیل های شما یعنی پیشرفت های معنوی، حضوردار شدن شما بوی اثبات است و شما فقط نفی میکنید. همت خواست فضای گشوده شده انسان هاست، خواست درونی که از فضای گشوده شده میاد. به آن توجه کن. ما باز پرنده، پرندهی که نامش باز هست، ما باز خدا هستیم. باز سفید بی نظیر که در ایران هم وجود داشته، باز بی نظیر باشه ولی صیدش موش باشه. بی نظیر باشیم چون از جنس او هستیم حرفی نیست، ولی صید ما موش است یا زندگی. وقتی باز شدی پرنده که نامش باز هست، در هیچ کدام از مراحل که خودت و مردم میگن در باز شدنت به باز تبدیل شدنت نمان. مجردتر، تنهاتر شو، یگانه تر شو تا بری ذات او بشی، ذات خودت بشی. هیچ وصل ذهنی در خودت نمونه. تا مرگ بایستی ادامه بدیم. من ذهنی اصلش محدودیته، ذاتش محدودیته. همت خواست ایزدی، هوشیاری، شرف ما انسان به عنوان خداییت. مولانا از طلب میگه، پس طلب هم خواست هوشیاری است و خواست من ذهنی نیست. در پرانتز، در مورد ابوالوقت، ابن الوقت به دو معنا ادامه داره برنامه، پرانتز بسته. بازپخش بود دیروز و از قسمت‌هایی که قبلا نشنیده بودم برنامه تکان دهنده 893 گنج حضور رو از بخش سومش گوش کردم دیروز پس از بازگشت از پیاده روی روزانه. ختم پست. از قسمتی که با همت خاص فضای گشوده شده آنهاست، متن بالا رو خواستم در اینستاگرام پخش کنم و پس از پخشش اون رو حذف کردم. همین روز و ساعت 16 و خورده ای و پس از گردشی کوچک در اینستا برای نوشتن کامنتی برای پست یک دوست، چون همین روز کانون رشد و رشد فکری و پرورش کودکان و نوجوانان در ایران بسته شده، در گفتگوی درونیم با خودم گفتگویی داشتم قبل از اینکه اون پست اینستاگرامو بخونم. این نوت را در فایل مستقلی که کل مطلب بالا پخش شده در اینستا را در برداره اضافه کردم پس از تیتر موضوع آن پست. در مورد پست نفی و اثبات در فایلش برای خودم اضافه کردم، این اضافه را انجام دادم و این پست مطلب چه همراه هست، جذبه ادامه نو پستم در مورد عقل عنکبوت من ذهنی علوم انسانی. عالم میانه را مفهوم های صرف فلسفه های بر مبنای این فلسفه ها ناتوان در اثباتش هستند. و در متن زیر در پستم در مورد اثبات و نفی گفته شده، اثبات یعنی به اصل تبدیل شدن. این اثبات رو ذهن نمیتونه بشناسه. آنچه جذبین می نامم در خطوط بالا خلاقیت صنع خداوند که از طریق هر فرد به این جهان میریزه است. بیان آقای شهبازی مجری برنامه گنج حضور در مورد صنع خداوند. شنبه 26 شهریور 1401، دقایقی مانده به 20. در حال تماشای سریالی یک ربع پیش بیشتر، مرور و گفتگوی درونیم کشفی را پدید آورد. دو نقطه، تجربه نفسانیم را در فایلی در ایام وقوعش خودجوش و از من نبود طرح و کلمات بلکه از خداوند بود اینطور نوشتم. دو نقطه،
هویت را باید از دست بدهم و از دست میدادم به عنوان شرط ورود به فضایی که حالا با برنامه گنج حضور فضای یکتایی میتوانم بنامش. و به زبان فرانسه بود نوت هایی که نوشته میشدند آن ایام از طریق من در مورد وقوع تجربه نفسانیم و آن فضا را لتر دو موند نامیدم. و با ورود با آن فضا با هستی های دیگر در لولا میافتادم. کشف امشبم این است. دو نقطه. این هستی های جدید افرادی هستند که به حضور زنده شدند. مولانا، آقای شهبازی، راهنمای کشف مولانا و دیگران. لتر دو موند، جهان وجود میتواند ترجمه شود که فضای یکتایی نامیدمش. در کتاب اولم صفی نوشتم این نکات را و اینکه هویت یکی از مفاهیم اساسی در علوم انسانی و در رشته ما علوم تربیتی است در فرانسه. نوشتم در آن کتابم که هویت مبدل می شود به در لولا افتادن در مورد من با وقوع تجربه نفسانی که می توان در لولا افتادن را اتصال ترجمه کرد. شاید و به حتم در کتابی که نام برنامه گنج حضور را در نامش دارد نوشتم که نکته بنیادین است از دست دادن هویت در تفسیر ابیات مولانا توسط آقای شهبازی و به زبان مولانا به تفسیر آقای شهبازی خروج از من ذهنی است. هویت را از دست دادم. شناسایی همانیدگی ها برای انداختن آنها برای مبدل شدن به حضور. از هوشیاری جسمی که با ذهن به وجود میاد و با من ذهنی به هوشیاری حضور در این لحظه ابدی که بی زمانی است مبدل شدن. می نویسم این نکته دیگر را که در من پدید آمد همین شب. دو نکته. دانشگاه یک محیط مردانه است. جمله یک خانمی بود آگاهی به من میداد. باشد و بماند برای مردها، این را من میگویم. چند مرد تجربه نفسانی داشتند، چند مرد حتی بدون تجربه نفسانی به طرف هوشیاری حضور رفتند در حوزه علمی. لینوما آن جمله را در مورد دانشگاه گفت با بریدن سیر کلماتم. در سفیر آن را نوشتم. لین در دوره دکترا بود در رشته روانشناسی در سوربن و لین بود که به من خط داد، هوشیاری داد که موضوع من در 25 صفحه‌ای که خوانده بود از پروژه دکترا برای تغییر دانشگاه سوژه فرد است. در سال دوم دکترا ثبت نام بودم در دانشگاه خودمان و می‌خواستم به سوربن تغییر دانشگاه بدم و جامعه شناس مشهور میشل مفزولی از من پروژه خواسته بود و این 25 صفحه را به من پس داد. میشل مفزولی با صورتی گرفته و تلخ رو با سوال کردن از من چی میخوای بگی؟ بایستی معقول بود، بایستی اثبات کنی. چند نقطه پاسخ دادم غایت تحقیقات علمی چیه و سکوت کرد. برخواستم و ترک کردم محل را. در مورد اثبات علامت سوال جالب است. میبینم جایگاه خودشان را میابند بار دیگر بعد از نوشته شدنشان در کتاب قبلیم به نام زندگی حاضر است خط تیره بازگشت. ابیات مولانا در مورد اثبات. پستی در اینستا پخش کردم در این مورد از سخنان آقای شهبازی دو روز پیش که در بالا آمده است. دو بیت در مورد جهت و بیجهات را در این کتابم می آورم که فکر می کنم در کتاب قبلیم نوشته شدند. دیروز فهم کردم ناگهان که یک طرح پدید می آورند. این ابیات جهات و بیجهت، بیجهات و جهت با ابیات در مورد اثبات. دو نقطه. از دفتر ششم مثنوی معنوی مولانا بیت 106 که بیایید از جهت تا بیجهات تا ندرانت شما را گرگ مات. گرگ مات قبر شدن در من ذهنی. اثباتی است که جامعه شناس معروف فرانسوی از من خواست که انجام بدهم در مورد آن 25 صفحه. دفتر ششم مثنوی معنوی بیت 103 این ستاره بی جهت تأثیر او می زند بر گوش های وحجو.
ستاره بی جهت مولاناست که میگوید از جهات فکری به حضور مبدل شوید تا در من ذهنی غبر نشوید. در سفیر کتاب اولم نوشتم که در دفاع دکترای لین نوما حضور داشتم و تا آنجایی که یادم است تمامی اعضا زن بودن و یکی از آنها گفت زنها بایستی در حوزه علمی جایگاه خودشان را داشته باشند. به عنوان تشویق در مورد قابلیت‌های لین، فعالیت در حوزه علمی، همانیدگی که کاملا از دست دادم با تجربه‌ام از این محیط در فرانسه منجر شدن به نوشته شدن متن دکترایم که اتوبیوگرافیک تشخیص داده شد توسط تنها زن عضو جوری دکترایم. ندانسته البته اتوبیوگرافیک شده است و در موردش در کتاب‌هایم از جمله در اولین به نام سفیر نوشتم. همچنین از زبان کریستین که فرانسه آن متن را تصحیح کرد و جمله اش اولین در حال پس دادن متن که تصحیح شده بود این بود: داستان خودت است. و سپس تجربه نفسانیم، معنای باطنی تجربه ام از این محیط علمی در فرانسه که دانشگاه من باشد و حوزه علمی تحقیقی فرانسه را به من عیان ساخت و برای بسط فهمم از آن معنا به مطالعه کتاب‌های هانری کوربن پرداختم. چند ماه بعد از آبان 97 ایام وقوع تجربه نفسانیم در ایران و زنان هم مشتاق فعالیت در حوزه علوم انسانی از طریق دانشگاه و مراکز تحقیقاتیش باشند، من بدان اشتیاقی ندارم. بارها به یاد آوردم گذری در مورد یونگ را در متنی فرانسه زبان که در گوگل یافتم یک سال یا دو سال پیش، اینکه یونگ دانشگاه را کنار گذاشت به عنوان محیط علمیش. پاسخ مولانا با تفسیر آقای شهبازی گذری از پست اینستاگرامم در این متن با تیتر نفی اثبات به درخواست میشل مفزولی بایستی معقول بود بایستی اثبات کرد این است: چی هستم رو نمیتونی بشناسی. اثبات یعنی به اصل تبدیل شدن. این اثبات رو ذهن نمیتونه بشناسه. شما نمیتونید از ذهنتون سوال کنید من چقدر به خدا زنده شدم. پاسخ میده هیچی. اثبات رو نمیتونید بشناسید. اثبات خداست که در ما زنده میشه و فقط نفی رو میتونیم انجام بدیم و نفی عملا فضاگشایی است. ختم پاسخ مولانا به درخواست میشل مفزولی. و البته اثباتی که جامعه شناس از من میخواست نفی حضور بود با قوی کردن متن من ذهنی، اولویت دادن به آن. وقتی من ذهنی نفی محض خداست به بیان آقای شهبازی و برای من علوم انسانی بر مبنای من ذهنی بنیان شدن نه بر مبنای حضور. نفی محض خداست من ذهنی و به این دلیل وقتی از ذهن سوال کند یک فرد چقدر به خدا زنده شدم، پاسخ ذهن این است: هیچی. در برنامه پریروز که گذر بلند در این متن با تیتر نفی اثبات از آن برنامه است، شنیدم و بار اول بود که می شنیدم به طور کامل آقای شهبازی در مورد علوم انسانی صحبت کردن و فروید را نام بردن که طرح آنها در ذهن ماندن است، از طریق ذهن مسئله را حل کردن. این تله دام زندانی قبر کردن در ذهن را با بیان خودم و فهمم از آن در کتاب اولم سفیر نوشتم در صفحات ابتداییش با جمله برژه، اولین استاد تحقیق سال 50. دو نقطه: همه باز است ببند، جمله اش بود، معادل است با درخواست آن جامعه شناس با جمله اش بایستی معقول بود بایستی اثبات کرد. دام مرگ روان که واژه آن با تفسیر مولانا توسط آقای شهبازی قبر شدن در من ذهنی است. برژه در حالی که پایان‌نامه را به من برمیگردان، پایان‌نامه سال 5، و حتی با یک جمله مرا راهنمایی نکرده بود و 3 سال از عمرم را
با برنامه ریزیش تا آن موقع از من گرفته بود آن جمله را به من گفت. جمله ژیل دلوز در مورد ادیپ جایگاهی دارد در اینجا. دو نقطه. ادیپ بدتر از مرگ سرگردانی است. برای من معادل است جمله‌اش با ادیپ غرق شدن در من ذهنی است.